امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت باشین. امروز شنبه 8 دسامبر سال 2019 ما داریم میریم یه جای خیلی خوشگل. وسط راه یه توقف کوتاه داشتیم، بهتون نمیگم کجا، ولی به عنوان پریویو گفتم یه فیلم کوتاه از مسیرمون به اون مقصد خوشگل بگیرم، تا بعد وقتی رسیدیم اونجا کلی ویدیو تصویر خوشگل خواهیم داشت. با من همراه باشید. خب ما رسیدیم به یکی از استابایی که قراره ازش فیلم بگیریم و قراره ببینیمش، به نام اسپرینگ بروک نشنال پارک. یه منطقه جنگلی در فاصله تقریبا یک ساعت طول کشید از سرفیس پارادایس. ما درایف کردیم، کل مسیر تقریبا جنگلی بود و پیچ در پیچ و خیلی خوشگل بود و الان هم هوا خیلی لطیفه، یه بوی سوختن چوب خیلی خیلی ملو میاد. اصلا همه چیز رو فوق‌العاده زیبا و دلپذیر کرده. ما میریم که هم فیلم بگیریم، همین منطقه خوشگل رو ببینیم و همین که تجربه خودمون رو با شما هم شیر بکنیم. لطفا با ما همراه باشید. مرسی. خب ببینیم اینجا قراره چی ببینیم. به ما گفته که take time to visit Gorimaba and discover the stories of Spring Brook. خلاصه اگه ببینین ما اینجاییم، قراره یک پیاده روی خیلی خوشگل داشته باشیم و ببینیم چی در انتظارمون هست توی این منطقه خوشگل و دوست داشتنی و جنگلی. امیدوارم که هوا همینجور گرم و مطبوع بمونه، چون خیلی دلپذیر میکنه پیاده روی ما رو به سمت مقصدمون. خب من خیلی نمیخوام خستتون بکنم، تیکه تیکه براتون فیلم خواهم گرفت و اگر جایی نیاز به توضیح باشه حتما براتون اطلاعات تفصیلی رو فراهم خواهم کرد. با من همراه باشید. خب ما در ادامه سفرمون به اسپرینگ بروک نشنال پارک یه منطقه فوق‌العاده خوشگل رو پیدا کردیم، اصلا بی نهایت، یه چیز عجیب و غریبی. فقط متاسفانه یه مقدار مه هست که یه مقداری فکر میکنم سخت میکنه کار رو برای اینکه ما ویدیو بگیریم. اسم جایی که اومدیم به نام کنیون لوک اوت خیلی زیباست و حالا علت این که چرا بهش میگن کنیون رو بهتون خواهم گفت. با من همراه باشید. خیلی زیباست، فوق‌العاده زیباست، اصلا طبیعت، صدا، جو، همه چیز فوق‌العاده زیباست و حالا شما رو دعوت میکنم به دیدن این ویو بسیار زیبا. با من همراه باشید. به نظر من بهتره که هیچی نگم و اجازه بدم شما از این تصویر و از این ویو نهایت لذت رو ببرید.
خب ما قراره که این مسیر رو بریم و من حتما از این مسیر برای شما هم ویدیو خواهم گرفت. بی نهایت زیباست. بسیار زیبا و آرامش بخش و من پیشنهاد میکنم هر کسی که به ایالت کوینزلند میاد و از شهر گولدکوست دیدن میکنه حتما به این پارک جنگلی خوشگل بیاد. خیلی جا برای دیدن و لذت بردن داره، به خصوص کسایی که به طبیعت علاقه دارن. به نظرم اینجا میتونه یکی از جاهای مورد علاقه شون و یکی از جاهایی باشه که حتما خوشحالشون میکنه و حس خیلی خوبی بهشون میده. با من همراه باشین، کلی ویدئوی دیگه خواهیم داشت. مرسی. ما همچنان داریم پیاده روی میکنیم و از این فضای فوق العاده زیبا لذت میبریم. واقعا زیباست و اصلا در کلمه نمی گنجه که توصیف بشه زیبایی فوق العاده این قسمت، این منطقه جنگلی خوشگل و صدای نسیمی که احتمالاً میشنوین، صدای جیجیرک‌ها و صدای پرنده‌ها و صدای طبیعت و شاید صدای زندگی. فوق‌العاده زیباست و امیدوارم که هر کسی که به این جور چیزا علاقه داره، به طبیعت علاقه داره، بتونه بیاد و از نزدیک این حس خوب رو تجربه بکنه. چون هر چقدر هم من سعی بکنم که فیلم بگیرم، به نظرم حکایت شنیدن کی بود مانند دیدن خواهد شد. با من همراه باشید. خب ما رسیدیم به یکی از آبشارهایی که قرار بود ببینیم. من با یه صحنه مواجه شدم که خیلی ناراحت کننده است.
و برای اینکه بهتون نشون بدم میزان خوشحالی در کشور استرالیا چقدره، گفتم حتما این ویدیو رو بگیرم، چون که به شدت ناراحت کننده و آدمو تحت تاثیر قرار میده. اگر که نمیدونستین، بدونین که استرالیا کلن یکی از اولین کشورها، یکی از تنها کشورها، شاید کشورهای معدود کشورهاییه که تغییرات آب و هوایی به شدت روی محیط زیست استرالیا تأثیر وحشتناک میذاره. یعنی به شدت شما تغییرات رو در این کشور میتونید ببینید. مثلا گرمایش زمین یکی از شدیدترین تأثیراش رو روی استرالیا میگذاره. و برای اینکه شما متوجه بشین من راجع به چی صحبت میکنم و عمق شاید فاجعه رو بخواییم ببینید، کافیه که با این ویدیو همراه باشید. که نگاه میکنید و مشاهده میکنید، این یکی از آبشارهای بسیار معروف پارک جنگلی اسپرینگ بروک هست که تقریبا خوش شده و به نظرم دیگه نمیتونیم اسمش رو آبشار بگذاریم و خیلی صحنه متاثر کننده و ناراحت کننده ای رو داریم مشاهده میکنیم. متاسفانه روزگاری نه چندان دور اینجا پر آب بوده، انقدر که به مردم لباسای بارونی میدادن که بتونن از این زیر این آبشار عبور بکنن، ولی الان هیچ اثری تقریبا دیگه از این آبشار نیست و خیلی ناراحت کننده است. نمیدونم، امیدوارم که این شرایط بهبود پیدا بکنه. طبیعت یکی از منابع اصلی حیات ما روی کره زمین هست و اگر قرار اینجوری نابود بشه، این باعث خواهد شد که شاید نسل بشر نیست روی زمین منقرض بشه متاسفانه.